دوستان درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و این روزها رو به خوبی گذرونده باشید. خدمتتون عرض کنم که در این صفحه جدید من در خدمتتون هستم. امیدوارم که همه چی به خوبی پیش بره و بتونیم که یک استودی از این برنامه یک ساعته ببریم و داشته باشیم. همونطور که خدمت رو عرض کرده بودم، این که برای که امروز من در رابطه با اکادو صحبت بکنم، در رابطه با اکادو، قبل از اینکه اکادو رو من شروع کنم، یک موضوعی رو باید خدمتتون عرض کنم در رابطه با اکادو. هر چیزی که در رابطه با تکنیک ها، همونطور که هفته قبل من بهتون گفتم، در رابطه با تکنیک ها اگه گفته میشه از طرف من و یا به صلاح اینها رو میام بازگو میکنم، عزیزان استاد میرزایی اینها رو به من یاد نداده، یا بیرومهایی که با من کار کردن اینها رو به من نگفتن. اینها مجموعه ای از تجربیات این 48-9 ساله من که حالا داره میشه 49 سال، مجموعه ای از 49 سال تجربه من در کنفوتاباز که دارم در خدمت شما میذارم. اگر احیانا مشکلی بود یا متوجه نشدید، در طول هفته به من پیام بفرستید، من به وسیله اون پاسختون رو میدم. الان متاسفانه چون که میخوام تکنیک رو نشون بدم و کار بکنم، از تلفن به دورم نمیتونم سوالای شما رو ببینم. و از اون طرف هم دیگه گفتم اینها تجربیات منه، از طرف منه. اگه کسی بهتر از این میدونه یا اینکه به صورت فنی و منطقی علمی میتونه اینها رو ردش بکنه، جایگزین درستی بهتر از اینها داشته باشه، من خیلی خوشحال میشم که اونها رو مطرح بکنم، بگن و ما ازش استفاده بکنیم. همینطور یه هفته قبل خدمتتون گفتم. کلا تعریف اکادو از طرف من به این شکلیه که اکادو یک فرمیه که برای کنترل، برای تعادل انجام میشه. یعنی ما در طی سلسله مراتبی که ما فرما رو انجام میدیم، میایم بالا، هر کدومشون به یه شکلی بدن ما رو میسازه. اکادو برای کنترل و تعادله. روی همین اصله که چینای کوچکی داره که ما میگیم چینای اکادو باید کوچکتر باشه، جمع جورتر باشه که بتونیم ما این تعادل رو حفظش کنیم، نگرش داریم. همینطور رتوهاش کوچیکتره نسبت به فرمای دیگه، رتوهاش نقدر از حالت معمولی جمعتره که بشه این کنترل و تعادل رو حفظش کرد. دو تا مسئله دیگه در رابطه اکادو هم واسه من تو عرض کنم که خیلی مهمه. یکیش ضربات پاس. وقتی که ما ضربه پا در تمام مراحل فرم اکادو، اگه ما ضربه کیاتو میزنیم، یتی کیاتو میزنیم، بورما کیاتو میزنیم، هر چی که میزنیم، بلافاصله بعد از ضربه پا رو زمین نمیذاریم، جمعش کنیم بذاریم مثل فرمای دیگه، حتما باید پا رو نگه داریم، یه حرکت یا بیشتر از یک حرکت با دستمون انجام بدیم، اون کنترل و تعادل رو داشته باشیم، بریم برای مرحله بعدی. پس حواستون باشه هر زمان که در اکادو ضربه پای هست، حتما باید مثلا بعد از کیاتو حتما باید این پا بالا باشه، ما حرکات بعدی رو روی این تعادلمون نشون بدیم، کار بکنیم و بعد بریم به مرحله بعدی. در تمام تکنیک های پای اکادو این باید رعایت بشه. مسئله دیگه ای که اکادو رو از تکنیک های از فرمای دیگه یه مقدار متفاوت تر میکنه، جا به جایی اون هست. شما میدونید که ما در اکادو ابتدا اصول رتوه غیر کلاسیک رو برای اولین بار در اکادو ما انجامش میدیم. یعنی از اکادو به بعد ما رتوه اصول کلاسیک غیر کلاسیک رو نشون میدیم و کار میکنیم که تمام مراحلش به این شکل که ما در اکادو هست
به این حالت و جا به جایی هایی که انجام میشه. حالا این جا به جایی ها به دو تا مسئله باید اینجا توجه بکنیم که یکی از با ما معمولا در جا به جایی ها همیشه میگفتیم که باید در روی زمین ما سرش بکنیم، رتبه‌مون همون از زمین کنده نشه، ولی در اتدو همیشه یک پا کنده میشه پای دیگه سرش پیدا میکنه در امتداد اون پا. یعنی ما اگه از این حالت بخوایم عوض بکنیم پوزیشنمونو، این پا بلند میشه یه جهش میکنه و بعد اون یکی پا سرش میکنه در ادامه این حرکت قبلی، پای قبلی. یا مثلا در ابتدای اتدو ما میریم برای ضربه‌ای که به زیر شکم حریف میزنیم، پای جلو یک جهش داره، پای عقب با سرش ما ضربه رو میزنیم. دوباره وقتی که میخواییم بریم به عقب عمل تنفسی هایدا رو انجام بدیم با دوتا یتمتو، پای عقب بلند میشه یه جهش میکنه به عقب و پای جلو سرش میکنه در امتداد اون پا در اون مسیر. پس هر زمان که ما جا به جایی داریم انجام میدیم، یک با جهش داره، یک با سرش در ادامهش. اینم باید متوجه بشید که مخصوص فرم اتدوه این جا به جایی ها. پس کلن چهار تا مسئله مشخص شد که دو تاش کاملا اصلیه، دو تای بعدیش فرعیه، که جا به جایی و ضربه پا که زده میشه حتما باید زانو بالا بمونه، قسمت پایین بدن رو ما باهاش پوشش میدیم، یک مقدار هم زانو رو میاریم داخل و ضربه رو میزنیم. یعنی ما به این شکل ضربه نمیزنیم، پا رو به این شکل نگه نمیدیم، حتما باید پا قسمت پایین بدن رو پوشش بده و دستامون قسمت بالای بدن رو. این دوتا موضوع اصلی در اتدو هست و دوتای قبلی هم که گفتم که رتوهای کوچیک، چینوی کوچیک، اینها هم دوتا موضوع فرعی هم که ما این چهارتا موضوع رو باید در اتدو رعایت بکنیم. این کلا تعریف و تشریح اتدو بود که خدمت رو عرض کردم. اتدو برای کنترل و تعادله. حالا بعضی ها میپرسن اسم اتدو از کجا آمده، یعنی چی، از این حرف ها. من نمیدونم. این اسم تا اونجایی که مشخصه ژاپنیه و توسط بنیانگذار استاد میرزایی روی این گذاشته شده. حالا مثلا بعضی ها میگن که خب شما مثلا چینو یعنی چی، یا مثلا اتدو یعنی چی، این اسم و اسامی ها چیه. به نظر من اینها اسامیه. شما باید یک کلمه، یک اسمی داشته باشید که بتونید یک تکنیک رو شناسایی بکنید، یه حرکت رو شناسایی بکنید. حالا ما نمیدونم اون کلمه یا اون اسم فارسیه، انگلیسیه، چینیه، ژاپنیه، کاری ندارم. ما به این اسم اتدو رو، این فرم رو به اسم اتدو میشناسیم و اینو ارائه میدیم. یا مثلا یتراتو رو به این حالت میشناسیم و اینجوری ارائه میده. حالا به چه زبانی هست من نمیدونم، اینو باید خود بنیانگذار پاسخ بده یا همونطوری گفتم تعریفی ازش داشته باشه، که متاسفانه در هیچ کدوم از قسمت‌های کنفوتاوا ما تعریف درست حسابی از بنیانگذار نداریم. هر چی که هست بین خدامونه که این انجام شده بود به وجود اومده. خب میریم برای شروع تکنیک. خب در حالت کامیساما هستیم، اعلام اتدو میکنیم. میدونید که وقتی که ما اعلام میکنیم در تمام قسمت های کوینفوتاوا دستامون رو مشت میکنیم، به این حالت باز میکنیم، نام اون فرم، اون حالت، اون چیزی رو که میخواییم ارائه بدیم اعلام میکنیم، بعد میگیم یارومه تاوا. و همیشه دستامون مشته، غیر از دو تا از خطامون، یکی سامسامایه که با دست باز اعلام میکنیم و یکی هم وایما متو که اون هم باز با دست باز اعلام میکنیم، چون این دو تا فرم بیشتر تکنیک های دسته و ما با دست باز این فرمو معرفی میکنیم. در اتدو دستا مشته، به این حالت اعلام میکنیم اتدو یرومه
تاو. بعد از حالت کامیساما با دو تا ضربه پهلوی دستمون میخوره زیر شکم، همزمان زانوامون رو یه مقدار بیشتر، یعنی میشکنیم زانو رو از حالت کامیساما که کاملا کشیده هست در میاییم، میریم به مقدار پایین، ضربه محکم تا اونجایی که امکان داره چون فاصلهش هم کمه، سعی میکنیم محکم به زیر شکم خورده بشه، زیر شال، و همزمان اسم اعتدال رو بیاریم و با گفتن اعتدال تمام به صلاح هوای سوخته داخل ریه ها رو خالی میکنیم که بتونیم هوای تازه بگیریم و ادامه تکنیک رو انجام بدیم. پس از این حالت با یک ضربه به زیر شکم اعتدال رو میدیم و بعد ادامه تکنیک رو پا میره به تو ماراتو در ادامه دست از داخل، دست عمل کننده همیشه از داخل بدنه و چون قسمت پایین رو میخواییم دفاع بکنیم از روی دست عکس العمل جمع میشه، پا میره به تو ماراتو، یک دفاع وایمان تو ما میگیریم اما مکس نمی کنیم، یعنی از همینجا مستقیم که دفاع رو انجام دادیم دست رو جمع میشه به پهلو، پا میره به یه تراتو و بعد به این شکل میشینیم به پایین. حالا این چی هست؟ همونطوری گفتم ما رتوهامون کوتاهه در اتدو، اینجا یه تراتو رو به اندازه باز میکنیم که بتونیم زانوها رو به هم نزدیک بکنیم و دستامون هم باز به هم نزدیک، دو متر رو به این شکل از بالا به پایین ضربه میزنیم به این حالت. حالا اینا چی هستن؟ شما میدونید در سوتو ما ضربه ای داریم به اسم نیما کیتو. نیما کیتو با روی پا میخوره و به این شکل از پایین به بالا برای زیر شکمه. حتی اگه طرف هم کاپ داشته باشه، کاپ هم مسته باشه، چون ضربه از پشت به زیر شکم میخوره میتونه باز اثرگذار باشه. برای دفاع اون تکنیکه که اینجا ما پا رو جمع میکنیم که ضربه جلوی پا رو بگیریم و همینطور برای پیشگیری این ضربه رو میزنیم روی پا. چون میدونید که تو مسابقات، تو مبارزات کلاسیک اتدو با سوتو کار میکنه و کلا تکنیکای دفاعهای اتدو در رابطه با تکنیکای سوتوه که داره تمرین میشه، چون بعدش قرار سوتو کار بشه، بعدم آماده تر باشه. پس از این حالت که عمل تنفسی رو انجام دادیم و زانو شکسته شد، یه دفاع وایما دوما میگیریم بدون مکس، میریم به یه تراتو و این دو تا ضربه به این حالت روی پای حریف انجام میشه. از این حالت حالا همونطوری گفتم یه جهش داریم یه سرش، یعنی که از این حالت ما هستیم یه جهش میکنیم و با سرش بعد دستا از میاد به داخل قدرت گیری میکنه، میریم برای اوراتو و آفما همزمان. این دو دست عکس العملشون رو از همدیگه میگیرن، یعنی به این شکل. یکی نوشته این تکنیک هیچ فایده ای نداره. خب شاید برای شما فایده نداشته باشه عزیزم، نگاه نکن، یاد نگیر، برو دنبال چیزی که برات فایده داشته باشه. برای من فایده داره به خاطر اینکه 49 ساله دارم کار میکنم و هنوزم ازش لذت میبرم، برای من لذت بخشه. من احتیاج ندارم که حتما تکنیک رو یاد بگیرم که بتونم یه نفر رو بزنم، یه نفر رو بکشم، یه نفر رو داغونش کنم. نه، من این حرکات رو انجام میدم که بتونم ازش برای لذت ببرم و یک فرمیه، یک هنریه که با دست و پام دارم انجام میدم. حالا شما دوست ندارید انجامش نده، باید دنبال کاری که دوست دارید، مشکلی نداریم ما. به هر حال همونطوری گفتم از این حالت ما یه جهش میکنیم و بعد با سرش پای عقب اوراتو رو از جلوی بدن بالا و پایین رو دفاع میگیریم و آفما هم از پایین به بالا به پهلوی بدن یه همچین دفاعی رو انجام میدیم. حالا دوباره از این حالت پایی که جمع شده و سرش کرده بود یه جهش میکنه به جلو، پای عقب سرش میکنه در ادامهش. پس از این حالت که هستیم پای جلو یه جهش و با سرش پای عقب، پای عقبی ما
ما یه مطب با زاویه بدن میزنیم زیر شکم حریف به این شکل از حالت اوراتوراتو پاها به این شکل زانوها به هم نزدیکه چسبیده دست رو باز میکنیم قدرت گیری میکنیم یه عکس العمل سازی برای این ضربه زیر شکم حریف به این حالت دوباره پای کعبه یک جهش داره البته چپ و راستشو من الان دارم شاید چپ دارم کار میکنم اینو زیاد فقط میخوام تکنیکا رو نشون بدم بعد از اول دوباره براتون تکنیکو تشریح میکنم دوباره پایی که عقبه یه جهش میکنه پای جلو سرش به عقب برمیگرده یعنی که ما از اینجا که هستیم به این شکل میریم عقب و بعد دستا جمع میشه به این حالت و پایی که جلو هستش شونه به همون سمت یه زاویه میگیره یعنی این دوتا یک تمنتو به این شکل باز میشه و با عمل تنفسی هایدم حالا یک بار دیگه مرور میکنیم اعلام اعتدال رو میکنیم یعنی به تاوا ضربه فدو و بعد به این شکل یه جهش میکنیم این ضربه پا میده به عقب هایلا از این حالت پای پاها رو سعی میکنیم ببندیم به بدن نزدیک کنیم بدن رو کاملا میبریم در قسمت برای پوشش و یه نشست میکنیم و بلند میشیم میریم به یه طرف تو عمل تنفسی از این حالت با هایس کشیده یعنی هایت به این شکل تکنیکو تا یه ترتو ادامه میدیم این تقریبا میشه گفت که قسمتی از محور اول اتدو بود اگه کار میکنید من پیشنهاد میکنم که تیکه به تیکه اینها رو که من براتون تشریح کردم اینها رو سعی کنید که با منفرد یعنی هر کدومش رو حداقل 10 بار تکرار بکنید بعد برید برای قسمت بعدی در غیر این صورت تکنیک رو فقط به صورت محور کار نکنید منفرد باید تو بدن جا بیفته هی تکرار بشه که هم عضلاتتون هم مفاصلتون هم به صورت عصبتون که این فرمان رو به مغز میبره و میاره کاملا بهش عادت بکنه و بتونه تکنیک رو بدونی تفکر بدونی که اصلا بهش دنبال راه و چای بگردی تکنیک رو انجام بده همینجوری تکنیک خودش ادا بشه منظورم اینه که انقدر تکرار بشه که کاملا برای بدن برای اعصاب برای مغز شناخته شده باشه و بشه تکنیک رو به راحتی اجرا کرد اگه فرصت باشه من ادامه‌شم خدمت رو عرض کنم که از این حالت عمل تنفسی رو داشتیم از این حالت ابتدا دست چپ میاد به جلو عکس العمل ساخته میشه برای دست راستی که اوراتور رو انجام میده متوجهی دست چپ میاد جلو این اوراتور رو انجام میده و بعد دست باز میشه میره به پهلو دومتور رو انجام میدیم با رفتوری که به جلو رفته و دومتور ضربه میخوره توی سینه حریف همزمان در انتهای ضربه سرمون برمیگرده به سمت راست به سمت پایی که عقبه و به این حالت البته کاملا برمیگرده معمولا 45 درجه سر برمیگردیم 90 درجه چشمامون برمیگرده که جهت رو ببینه پس از این حالت ابتدا یه همچی حرکتیه با قدرتگیری و عکس العمل سازی به پهلو ضربه به این شکل دستا رو اصلا باز نکنید موقع ضربه زدن چون اگه دستا اصلا باز بشه خیلی راحت میشه دفاعش کرد با همون دوتا اورانتوی که ما داریم در تکنیکامون پس تا اونجایی که امکان داره دستا رو به هم نزدیک کنید هم نفوذش بیشتره هم دفاع کردنش مشکله که توی سینه حریف میخوره ادامه تکنیکم از اینجا دوباره یه عکس رو عمل سازی میکنید اورانتو جلوی بدنه
یه اون راست رو بعد با برگردوندن پای راست به داخل به پهلو اون راست رو در جهتی که بخوایم حرکت کنیم، این دست باز میشه، میریم به یک طرف دوباره متو رو انجام میدیم به این شکل با عمل تنفسی به این حالت. دوباره خاطر هست گفتم تو عتاده همش ما جا به جایی داریم، پا رو جمع میکنیم، دست راست میره زیر دست چپ و بعد که باز میشه ابتدا آرش در مسیر شونه باز برمیگردیم به حالت یه ترتو و یه تمتو رو توی صورت حریف انجام میدیم. توجه کنید یه تمتو رو به این شکل نمیزنیم، اگه با به این شکل یه تمتو بزنیم راحت با حریف میتونه بلاکش کنه، جلوشو بگیره و دفاعش بکنه. پس سعی کنید که کاملا از داخل بدن در مسیر شونه و در قسمت آخر لحظه آخر دستمون برمیگرده به حالت یه ترتو با عکس العمل دست چپ، یه تمتو با عکس العمل دست چپ. خب این هنوز ما در محور اول عتاده هستیم، محور اول عتاده تا یه تیکیتو انجام میشه. پس از اینجا حالا در این قسمت ببینید دوباره دست و قدرت دیدی میکنم به پهلو، از پهلو یک دست میاد پشتیبان میشه با کنجبان، دستمون رو به این حالت باز میکنیم در 45 درجه، این یکی هم کنجبان رو با داخل دست زیر بینه حریف انجام میدیم، ضربه میزنیم، یعنی از این حالت به این شکل. عزیزم من دارم با دوربین دیگه هم ضبطش میکنم، وقتی که میذارمش برای بیاد بالا سعی میکنم اون رو بزنم و روی این از شما میتونید که کاملا متوجه بشید که کدوم دست به چه شکلی دیگه براتون گیج کننده نباشه. پس از حالت یتمتایی که زدیم دست رو جمع میشه، پا سرش میکنه برقب، به این حالت ضربه میزنیم. این برای پیشگیریه که شکسته است در 45 درجه بدنمون روبروی بدنمون قرار میگیره، این دست کاملا باز میشه تا اونجایی که امکان داره سعی میکنیم بازش کنیم، اما چون باید از مون شکسته بشه و با داخل این دست ضربه بزنیم مجبوریم که، یعنی نمیشه کاملا دست رو بازه، چون اگه باز کنیم مگه اینکه مچ خیلی خوبی داشته باشیم که کاملا برگرده، پس ضربه چون با اینجا میخوره. اینم من بهتون نشون بدم که این ضربه ببینید هر چقدر که ما این شستمون رو اگه ما بذاریم بالای انگوش کوچیکه دست بذارید به اینجای دستتون، میبینید هنوز عضلاتمون شله، هر چقدر که این شست بیاد پایین تر، یعنی بیاد به پایین تر از انگوش کوچیک قرار بگیره، این عضلات خودشون رو منقبض میکنن. پس حواستون باشه که این اگه هر چقدر شستمون پایین تر باشه دستی که ضربه میزنیم انقباضش بیشتره و میتونه ضربه رو به راحتی بزنه، یعنی وقتی ضربه اثرگذاریش بیشتره تا اینکه به این حالت بزنیم. پس شست رو بیاریمش پایین تر. روی نفس دوره نشون میدم، از این حالت دست ها جمع میشه، از پهلو جفتشون مهم میرن به جلو، یکی برای پیشگیری یکی برای کنجبان. ادامه تکنیکو ببینید، ما میریم به یه رفتار غیر کلاسیک، حریف رو میگیریم، یعنی حریف رو به این شکل یقش رو با دست هامون که پشت به هم هست میگیریم. توجه بکنید وقتی که دست ها به این شکل ما حریف رو گرفتیم، این شست من وقتی که حریف رو میگیریم شست به این شکل جمع میشه، یعنی شست من داخل دستم قرار میگیره میمونه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه اگه شست بیرون باشه، یعنی مشت معمولی باشه به این شکل ما گرفته باشیم، حریف میتونه راحت با گرفتن شست من یقهش رو آزاد بکنه. پس همیشه وقتی که یقه حریف رو میگیریم این شست رو داخل نگه دارید که برای حریف چیزی نباشه که بتونه به فشار بیاره و این دست رو رهاش بکنه، یعنی یقه خودش رو رها کنه. حالا اینجا وقتی که ما مثلا
رفتی غیر کلاسیک یقه حدیده گرفتیم، شخصا رو داخل نگه میداریم و بعد میکشیم حریف رو به جلو. با کشیدن حریف به جلو همون میره به رتوی پا گربه‌ای کت پوزیشن، از این حالا میکشیمش به داخل به این شکل. حالا از اینجا که میخواییم ضربه ادامه تکنیک رو انجام بدیم، این دست راستمون که حریف رو گرفته یه ضربه میخوره توی صورت حریف با آرنجمون و بعد پایی که جمع شده میره بین دو تا پای حریف. کاش من یه کسی رو داشتم یکی که شاید سعی میکنم دفعه بعد کسی رو داشته باشم که نشون بدم تکنیکا چجوری اجرا میشه. این پا میره بین دو تا پای حریف، باز برمیگرده به حالت غیر کلاسیک. از این حالت حریف رو میگیریم و موقعی که رفتیم به داخل بین پای حریف رو، حریف رو با شونمون بعد از اینکه ضربه اوتو رو زدیم با شونه پرتش میکنیم به این قسمت. یعنی حریف رو از اینجا گرفتیم پرتش کردیم اینجا که میخواییم بریم برای یه تکیاتو. یه تکیاتو رو بزنیم بله خب اینو من جام سلیمی اینو من تشکیل کردم به این شکل. من فکر میکنم تا همینجا امروز کافیه تا باقیشم هفته بعد انجام میدیم. من نمیدونم در حالا اگه سوالی چیزی بود اگه بتونم اینها رو داشته باشم. به حال دوستان من سعی میکنم که اگه پرسشی بود خواهش میکنم لطفا با من در میون بذارید، من حتما در طول هفته یا اینکه خصوصی یا اینکه در جلسه بعد این پرسش ها رو یادداشت میکنم و بهتون پاسخ میدم. پس من نمیدونم که یک بار دیگه براتون مرور کنم. اعلام اعتدو یا متاوا، ضربه به زیر شکم با عمل تنفسی تدو، بعد دفاع دو ضربه پایین میریم به پهلو، اون جهش و سرش ها یادتون نره و بعد با یه جهش و سرش دیگه به جلو زیر شکم حریف میزنیم، بعد به عقب روی میریم هایدا. این هایدا رو کاملا دست جمع میشه و به این شکل باز میکنیم احتمالات رو توی صورت از دو طرف توی صورت حریف. بدن اونم یه مقدار زاویه میدیم که از به اصطلاح ضد حمله یا ضربه حریف خودمون رو دور کرده باشیم. اتدای قدیم رو ما قبلا با دست باز انجام میدادیم ولی خب بعدها استاد میرزایی عوضش کرد و ما گفتن که یه تمتو میزنیم به این شکل. از این حالا جمع میشیم توی بدن، پا زانوها رو میبندیم، کاملا میشیم با عمل تنفسی هایس کشیده میریم به یه ترتو و بعد اوراتو دومتو با برگشت نگاه یه اوراتو به جلو، اوراتوی دومو که میزنیم پا رو برمیگردونیم. حالا چرا این پا رو برمیگردونیم من بهتون الان میگم و بعد میریم به متو با عمل تنفسی هود، دست رو جمع میکنیم، قدرت گیری میکنیم از زیر دست و بعد میریم داخل به این شکل ضربه زدن. یه تمتو حتما باید در مسیر شونه همون باشه، یه تمتو همیشه در مسیر شونه قرار میگیره. دست رو جمع میکنیم، از پهلو قدرت گیری میکنیم، کنجبان یکیش انگشتا جمعه، اون یکی انگشت رو گفتیم شست رو بگیریم پایین تا اونجایی که امکان داره زیر بینی حریف بخوره. لقه حریف رو میگیریم میکشیم به سمت خودمون، پرتش میکنیم این سمت با زدن ضربه با شونمون. میریم به رتوی غیر کلاسیک. مهمترین عامل اینجا دستامونه که چجوری بدنمون رو پوشش بدیم. جفت دستا 45 سایدای ما زاویه 45 درجه داره، یکیش به این شکل 45 درجه محافظه سرمونه، این یکی که گرفتیم محافظه بدنمونه. جفتشون به این حالت 45 درجه هستن، عمود یکیشون بر روی یکی هم عموده به این حالت. دستا رو خرابش نکنیم چون کاملا باید قسمت پایین بدن و سرمون کاملا تحت محافظت و حفاظ داشته باشن برای
ضربه بعدی که یه تیکه توه. به حال امیدوارم که تا همینجا امروز این هفته بکنم کافیه، باقیشم من هفته بعد خدمتتون ارائه میدم و امیدوارم که براتون قابل استفاده بوده باشه. من بیشتر از این دیگه